در یکی دو جلسه گذشته راجبه کلسترول صحبت کردم خیلی از شما ها استقبال کردین و خواستیم بیشتر باز پیشنهاد کنم کارهایی که میتونین بکنین قبلا گفتم خدمتون که کلسترول برای ما یک ماده حیاتی بسیار لازمه بالا بودنش علامت خوبی نیست ولی نه اینکه بریم اونو سرکوب کنیم و بعد ریشه ها رو پیدا کنیم ریشه هایی که میتونه باعث تو بالا رفتن کلسترول باشه اضافه وزن هست مصرف سیگار فشار خونه دیابت مشکلات تیروید استرس یک رژیم غذایی نادرست و عدم تحرک و غیره حالا کارهایی هستش که شما میتونید انجام بدین البته متاسفانه باور بر این هستش که وقتی شما کلسترولتون بالاست تنها کاری که میگن میتونی انجام بدی اینه که دایت تو یه مقدار چربی ها رو کم بکنی اولا ما چربی داریم تا چربی هر چقدر شما وقتی که کلسترولتون بالاست چربی های بدتون رو پایین بیاریم و چربی های خوب و بالا ببرین مقدار کلسترولتون بیشتر و بهتر ترمیم میشه و به مرزی میرسه که دلخواه باشه خیلی ها باور بر این دارن که میگن اصلا چربی رو قطع کن من میدونم خیلی از مریضای من با من صحبت میکنم میگن که پس ابوکادو ما نمیخوریم میگم ابوکادو زیاد بخوریم میگن ما او نمیخوریم چربی ما برای بالا حالا چربی میگم منظورشون کلسترول یا مثلا خیلی از عزیزان میگیرن تخم مرغ و زردش رو از سفیدش جدا میکنن و میگن آ این زردش خیلی کلسترول داره بله زرده تخم مرغ یه مقدار کلسترول داره ولی زرده تخم مرغ بعد سفیده تخم مرغ بعد با زرده تخم مرغ خورده بشه تخم مرغ یکی از سالم ترین غذا هست و اگر که در رژیم غذاییتون روزی یه دونه تخم مرغ هم بخورین ارگانیک باشه و سرخش نکنین یعنی چربی سرخ کرده چربی بده اونا رو مصرف نکنین هیچ ضرری به شما نمیرسونه به خاطر اینکه شما راه های دیگه ای بر که کلسترولتون بیارین پایین نه اینکه فقط توجه بکنین که حالا سفیده رو از زردش مثلا جدا بکنین و غیره کل رژیم غذایی بین 5 تا 10 درصد در بالا رفتن و پایین رفتن کلسترول اثر داره ولی به طور کلی بعد سعی کنیم که رژیم غذایی سالمی داشته باشیم نه فقط به خاطر کلسترول بلکه به خاطر اینکه یعنی مثلا الکل نخ... زیاد مصرف نکنیم خب هیچ کس نباید زیاد مصرف کنه این زیاد نباید مصرف کنی مصرف مواد قندی نباید مصرف کنی غذاهای سرخ کردنی نباید مصرف کنیم لبنیات نباید مصرف کنیم یه چیزایی هستش که هر کسی که میخواد سالم باشه باید رعایت بکنه اونا رو بعد رعایت کنه چیزایی دیگه که میتونه باز کمک بکنه مدیتیشن تنفسهای عمیق ورزش که در جلسه گذشته گفتم که یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه کمک بکنه برای پایین آوردن کلسترول ورزشه پس فقط این نیست که شما سفیده رو از زرده جدا بکنین و ابوکادو نخورین و چربی های مفید نخورین چربی های مفید نه تنها کلسترول شما رو بالا نمیبرن بلکه کلسترولش بعد شما رو پایین میارن پس خواهش میکنم اونها رو قطع نکنید چربی های مفید نه تنها شما رو چاق نمیکنن بلکه کمک میکنن که شما لاغر بشین چربی چربی درست و سالم شما رو چاق نمیکنه اون چیزی که شما رو چاق میکنه و یا بیمار میکنه و یا کلسترولتون تو می میره بالا و همه اینها اون مواد قندی مواد کربوهیدرات و اینها هستن که همش تبدیل به قند میشه سعی کنید که فقط به طور کلی از نظر هولیستیک و کلنگری زندگیتون رو سالم کنید و همون علائمی که در دورورتون وجود داره مثل بالا رفتن کلسترول یا دیابت یا هر نوع ناراحتی دیگه میبینید که به آروم آروم خودشون ترمین پیدا میکنن و بهتر میشن خیلی هم خوبه که با حتما با یک متخصص تغذیه مشاوره کنین که بتونه به صورت مختص به شما کمک کنه